این حمله از سمت یمن انجام نشده، علارغم تلاش‌های ایران که می‌خواهد این طور به نظر برسد. همکاری ایران با گروه‌های نیابتیشان در منطقه در این باره کاملاً روشن است. اسناد عربستان برای متهم کردن ایران. وزیر خارجه آمریکا می‌گوید حمله به تأسیسات نفتی عربستان یک اقدام جنگی و کار ایران است. از یک مشاور نظامی می‌پرسیم شواهد عربستان برای متهم کردن ایران چقدر معتبر است. همچنین در برنامه امشب فلان فدراسیون بین المللی، فلان تشکیلات بین المللی از شما ناراضی میشه، به درک که ناراضی میشه، هیچ غلطی نمیتونن بکنن. رأی فدراسیون جهانی جودو، ایران به دلیل خودداری از رقابت با اسرائیل معلق شد. از سخنگوی فدراسیون جهانی جودو میپرسیم آیا محروم کردن ایران راه حل است؟ یارانه نشریات در ایران به چه کسی میرسد؟ فرهنگ، معارف اسلامی و دفاع مقدس اولویت دارند. در ادامه برنامه؟ وقتی حیوانات کمدین میشوند، عکس‌هایی خواهید دید از یک مسابقه عکاسی. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. عربستان امروز بقایای یک موشک کروز و پهپادهای ایرانی را به نمایش گذاشت که میگوید در حمله اخیر به تأسیسات نفتیش مورد استفاده قرار گرفته و گفت نقش ایران در این حملات غیر قابل انکار است. سخنگوی وزارت دفاع عربستان گفت حمله به تأسیسات آرامکو از یمن انجام نشده، بلکه از شمال عربستان رخ داده و بدون شک از حمایت ایران برخوردار بوده. هرچند نگفت محل دقیق پرتاب این پهپادها کجا بوده. همزمان سازمان ملل اعلام کرده برای تحقیق درباره این حملات گروهی را به عربستان اعزام می‌کند. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از وزیر دارایی‌اش خواست که تحریم‌ها علیه ایران را به طور چشمگیری افزایش دهد. اینها همه در حالی است که ایران تاکید می‌کند در این حمله نقش نداشته و شبه نظامیان حوثی یمن می‌گویند حمله کار آنها بوده. اما یا شواهدی که عربستان ارائه کرد جامعه بین‌الملل را قانع می‌کند؟ آیا اگر ایران عامل این حملات بوده، سیاست نه جنگ نه مذاکره رهبر ایران در حال تغییر است؟ بیشتر به این موضوعات می‌پردازیم. ابتدا گزارشی ببینیم از جیار گل. نمایش باقی‌مانده پهپادها و موشک‌های کروز، سلاح‌هایی که شنبه گذشته قلب صنعت نفت و اقتصاد سعودی‌ها را به آتش کشید. دوربین‌های امنیتی لحظه ورود پهپادها را نشان می‌دهند. این افسر ارتش عربستان سعودی می‌گوید تأسیسات نفتی خوریز و بقیق با 18 پهپاد و 7 موشک کروز ساخت ایران هدف گرفته شدند. او می‌گوید 3 موشک کروز قبل از اصابت به هدف سقوط کردند. اولا این حملات از سمت یمن انجام نشد. گرچه روشن است ایران تلاش کرد با همکاری گروه‌های نیابتی وابسته به خود این حملات را از یمن واقعی جلوه دهد، حملات از شمال بوده و بدون شک ایران پشت آن بود. این مقام وزارت دفاع عربستان سعودی میگوید قدرت و دقت موشک‌های کروز شلیک شده به تأسیسات خوریز بیش از توانایی گروه‌های نیابتی وابسته به ایران است. ما همچنان بر روی اطلاعات به دست آمده کار می‌کنیم تا ببینیم مبدأ حملات کجا بوده است. نتیجه را به اطلاع عموم خواهیم رساند. اما دیروز شبکه خبری CBS به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که مبدأ حملات شمال خلیج فارس و جنوب ایران بوده است. این مقام گفته مجموعه ای از پهپادها و موشک‌ها از ایران برخواسته و بر روی جنوب عراق و کویت به حریم هوایی عربستان سعودی وارد شدند و تأسیسات نفتی این کشور را هدف گرفتند. امروز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم در توییتی نوشت که به وزارت دارایی این کشور دستور داده تا تحریم‌ها علیه ایران را به اندازه قابل توجهی افزایش دهد. اما دولت ایران این اتهامات را رد کرده.
در نامه‌ای به سفارت سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران، وزارت خارجه ایران به واشنگتن هشدار داده و نوشته اگر اقدامی علیه ایران صورت بگیرد، آن اقدام بلافاصله با پاسخ ایران روبرو خواهد شد و دامنه آن محدود به منشأ تهدید نخواهد بود. اگر تهدیدی علیه کشور ما تو این فضا مطرح بشه، پاسخ ما کاملا روشن هست با همون قاطعیتی که به در واقع تجاوز اندک پهباد آمریکایی به کشورمون پاسخ دادیم، همین قاطعیت همواره وجود داره. شبه نظامیان حوثی یمن که از حمایت ایران برخوردارند، مسئولیت این حملات را به عهده گرفتند و میخواهید در برابر این آتش افروزی هایی که انجام دادید کسانی نباشند که پاسخ بدن. رئیس جمهوری ایران امروز در جلسه هیئت دولت بار دیگر به ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن تاخت. اینا یک مرکز صنعتی رو حمله کردند برای اینکه به شما هشدار بدن. درس یاد بگیرید از این هشدار، به فکر این باشید که جنگ در منطقه خاموش بشه. رهبران عربستان سعودی میگویند کسانی که پشت حمله به تأسیسات نفتی این کشور بودند باید حساب پس بدهند. مقامات جمهوری اسلامی ایران نه تنها اتهامات را رد کردند، بلکه میگویند به هر حمله احتمالی پاسخ خواهند داد. ژیارگل، بی بی سی. توماس جونو، استاد مطالعات بین‌الملل دانشگاه اتاوا و همچنین تحلیلگر پیشین وزارت دفاع ملی کانادا از اتاوا با ماست. آقای جونو، کنفرانس خبری سخنگوی وزارت دفاع عربستان رو احتمالاً دیدید. چه اطلاعاتی اضافه کرد به دانش ما راجع به حملات به تأسیسات عربستان؟ در کل فکر نمی کنم اطلاعات زیادی از اون کنفرانس خبری بیرون اومد و به دستمون رسید، ولی در نهایت اون چیزی که برای من مهمه اینه که هنوز سوال‌های بی‌پاسخ وجود داره. در واقع احتمال اینکه ایران نقش زیاد بازی کرده باشه رو ما تقریبا مطمئنیم، ولی نمیدونیم اون نقش چی بوده. اون کنفرانس خبری برای ما روشن نکرد که ایران چقدر نقش داشته. آیا اونها از خاک ایران بلند شدن این سلاح‌ها و آیا اونها با حمایت ایران در منطقه، در یمن، در عراق اومدن؟ اون هنوز روشن نشده. بنابراین برای من ما جایی نرفتیم، جای جلوتر از اون چه که در روزهای قبل بودیم نرفتیم. اساساً از این بقایایی که به نمایش گذاشته شد در این کنفرانس خبری چه اطلاعاتی میشه کسب کرد؟ آیا بقایای فرضاً یک موشکی که عمل نکرده و به هدف نخورده میتونه اطلاعات قابل اتکایی به دست بده؟ بله، قطعاتی از اون موشک که خورده باشه یا حتی نخورده باشه که میتونه در واقع قطعات بیشتری برداشته باشه، اطلاعات زیادی میتونه به ما بده. مثلا اینکه کجا ساخته شده، شماره سریال هست، برای اینکه افراد زیادی هستن، متخصصانی که میتونن نگاه بکنن به اون قطعات و بگن که اینا از کجا اومده. ولی این مسئله کلیه. مسئله‌ای که در مورد این کنفرانس خبری امروز بود این نیست. اول اینکه عربستان در واقع قابلیت زیادی در مورد اینکه اعتماد زیادی بهش نیست در مورد اینکه اطلاعات رو درست به ما بده، برای اینکه در گذشته اونها اطلاعات رو جابجا کردن و برای همین نمیتونیم قطعی بگیم اون چیزی که اونها میگن درسته. نکته دوم اینه که بعضی از این اطلاعات میتونه برامون مفید باشه، ولی باید در یه تصویر بزرگتر ببینیم و ببینیم اونها اون چه معنی میده. میتونه بخشایی از یک موشک مثلا از ایران اومده باشه. خود این خیلی چیز عجیبی نیست، برای اینکه ما میدونیم که اونا ایرانی بودن، ولی مهم برامون این بود که از کجا اومده، این که از طریق کمک چه کسی اومده، آیا حوثی‌ها بودن، آیا عراقی‌ها بودن. بنابراین کل اون اتفاقات هنوز برای ما روشن نشده. در رسانه‌ها گفته میشه که متخصصان آمریکایی رفتن به منطقه تا ببینن که از اون اطلاعات چه میتونن در بیارن. فکر می‌کنن زمانی که اون اطلاعات متخصصان بیاد بیرون، اون وقت ما اطلاعات بهتری داریم و میتونیم تحلیل بهتری ارائه بکنیم. در همین کنفرانس چند بار پرسیدند از سخنگوی وزارت دفاع عربستان که از کجا این حملات انجام شده و او پاسخ مشخصی نداد، همونطور که اشاره کردید. فکر میکنید که میدونه و نمیگه یا اینکه نمیدونه؟
من شخصا نمیدونم، نمیخوام گمان زمینی بکنم و اطلاعات متناقضی هم توسط رسانه‌های آمریکا و رسانه‌های جای دیگه در طول 48 ساعت یا 72 ساعت گذشته داده شده. در یه جایی به نظر می‌رسید که این اطلاعات ممکنه، اطلاعاتی که از واشنگتن داشت میومد اینه که برخی از این موشک‌ها از داخل ایران مبدأشون بوده، ولی شخصا اون اطلاعاتی که من بهشون دسترسی دارم هنوز نمیتونم به این نتیجه برسم که اون اتفاق افتاده. اگه یک هفته پیش از من میپرسید که این احتمال وجود داره که از ایران بتونه در واقع موشکای توسط فرستاده بشه به عربستان، من به شما میگفتم نه، من بدبین بودم به این مسئله، فکر نمیکنم، برای اینکه این به معنی اینه که ایران تنش ها رو به شدت بالا میبره. و توجه بفرمایید به کارهای دیگری که ایران در منطقه کرده، از لبنان، سوریه، عراق و در یمن. ما میدونیم که ایران در همه اینها نقش داشته و گروه‌های رو اونجا حمایت میکنه، گروه‌های نیابتی، ولی همیشه ایران خودش رو فاصله گرفته و میگه که ما به صورت مستقیم ما اونا ارتباط نداریم. این که حالا یک حمله مستقیم توسط ایران انجام بشه، این یه نقطه عطفیه. بنابراین به همین دلیل هست که اهمیت این که اون از کجا این حملات اومده میتونه اطلاعات بسیار مهمی باشه. آقای جونو، کمی پس از کنفرانس مطبوعاتی عربستان، حوثی‌ها در یمن یک کنفرانس مطبوعاتی داشتند و در اون تاکید کردند که پهپادهایی دارند که برد بسیار بالایی داره، و باز هم تاکید کردند که حمله به تاسیسات آرامکو کار حوثی‌ها بوده. چقدر به نظر شما قابل اتکاست این ادعای حوثی‌ها؟ این ادعا که حوثی‌ها امروز تکرار کردن که روز شنبه هم گفته بودن، در واقع دوباره نادانسته‌های ما رو بیشتر می‌کنه. اگه قبول بکنیم که حوثی‌ها این کار رو کردن که از یک طرف میتونست این اتفاق افتاده باشه، برای اینکه اونا بارها به فرودگاه عربستان و همینطور در واقع مناطق نفتی عراق حمله کرده بودن از زمانی که جنگ 2015 شروع شد علیهشون، این به این معنیه که اونها واقعا تونستن پهپادهای خیلی پیشرفته ای رو بهش دست پیدا کنن. اون چیزی که به خیلی ها رو مشکوک میکنه اینه که گرچه که اونها موشک‌های خیلی قوی دارن، ولی اون هم باز توسط ایران حمایت میشه. این حمله‌ای که روز شنبه انجام شده خیلی پیشرفته تر از اون هست. این که هماهنگی‌هایی که انجام میشه، این که دقیق به نقاط خیلی مشخصی زده شده، بنابراین یه مسائلی هست که انسان رو باعث میشه که شک بکنه به این ادعایی که حوثی‌ها دارن میکنن. اگه اونها نزدن چرا باید ادعا بکنن که زدن؟ جوابش رو نمیدونیم، ولی این ممکنه که از این طریق بتونن، در واقع میخوان برای ایران کاور بکنن و ایران بتونه خودش رو فاصله بگیره. شاید واقعا اونها اطلاعات بیشتری دارن و همینطور توانایی‌هاشون بیشتر از اینه. ما در حال حاضر فقط میتونیم گمان زنی بکنیم، ولی به طور قطعی نمیتونیم بیانیه‌ای صادر بکنیم. متشکرم توماس جونو، استاد مطالعات بین‌المللی دانشگاه اتاوا با ما. اما داریوش سجادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، از شهر اسکاتسدیل در ایالت آریزونای آمریکا با ماست، و همچنین حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب از واشنگتن آمریکا. آقای سجادی، در کنفرانس مطبوعاتی سخنگوی وزارت عربستان همه چیز به نوعی گفته شد به جز محل پرتاب این موشک‌ها و پهپادها. به نظر شما عربستان به این دلیل که دنبال راه حل دیپلماتیک هست اعلام نمی‌کنه که این حملات از کجا اتفاق افتاده، یا اینکه هنوز نمی‌دونه؟ سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. ببینید خانم رحیم پور، به نظر من عربستان هم براش مسجله که صرف نظر از اینکه مبدع شلیک موشک کجاست، اون چیزی که مهمتر واقع شد در این قضیه نفس برون ریخت آسیب پذیری شدید عربستان بود که متوجه شد در یک جنگ محتمل و جدی بیش از اونی که تصورش رو میکرد آسیب پذیره. به همین دلیل مثلا تصور میکنم این تعلل عربستان در ابراز شناسایی شلیک کننده موشک‌ها یک تعلل آگاهانه است،
به این دلیل که دغدغش دغدغه شلیک کننده نیست، بلکه دغدغه ارتش الان متوجه این هستش که در صورت بروز جنگی با این ابعاد که آسیب پذیری عربستان بسیار بالاست، آیا دولت ایالات متحده حاضر است از اون حمایت کنه؟ این در واقع فکر میکنم دغدغه اصلی ریاض اینه که در صورت دامن زدن به بحران، نگران اینه که ترامپ نتونه و نخواهد از اون حمایت کنه و عملا عربستان وارد یک مجادله بشه که توانمندی برون رفت از اون رو نداشته باشه. آقای هاشمیان، شما فکر میکنید علت این که به نوعی عربستان تا اینجا خیشتنداری نشون داده و تاکید کرده بر این که هنوز تحقیقاتش ادامه داره و نمیدونه مبدأ این حمله از کجا بوده چیه؟ ببینید، چیزی که در این کنفرانس مطرح شد سه بخش داره. یک بخش اول این که سلاح ایرانیه، سلاحی که به کار رفته و موشکهایی که ارائه شد، تصاویری که ارائه شد، همه نشون داده میشه که کروز یا علی هستش و اطلاعات کامل هست که این ایران چگونه این موشک را قبلا در معرض دید همه گذاشته و اخیرا در سال 2019، اوایل 2019 هم همین کار رو کرده. بنابراین این که سلاح ایرانیه کسی شک نداره. دوم، نقطه دوم و مهم این که این سلاح‌ها و این پهپادها از طرف شمال کشور سعودی آمده، یعنی از روی حتی بخششون از روی کویت عبور کرده. این یعنی که در واقع به هیچ وجه نمیشه گفت که شبه نظامیان حوثی اینها رو این کارو کردن. موشک‌های حوثی بالای کویت کار میکنه. منتها مسئله سوم که مورد سوال شماست، محل شلیک این موشک‌ها و محل پرواز این پهپادها صحبت نشده و گفتن که در آینده، البته من دیدم که با تأکید این سخنگو داشت میگفت که ما در آینده خواهیم گفت و نشون خواهیم داد. این نشون میده که سعودی‌ها اطلاعات رو دارن در مورد اینکه این موشک‌ها از کجا شلیک شده، پهپادها از کجا بلند شده. منتها مایلم که امروز هم اعلام شد قرار روسیه در تحقیقات مشارکت کنه، همینطور سازمان ملل در این تحقیقات مشارکت کنن، هیئت‌های آمریکایی همینطور. و بعد الان یک پروسه سیاسی رو سعودی آغاز کردن. این پروسه در مجمع عمومی سازمان ملل در یکی دو هفته آینده با اوج خودش خواهد رسید و بعد از اون ما خواهیم دید که اون مسئله مربوط به سوم به چه صورتی مطرح خواهد شد. آقای سجادی، ایران فکر می‌کنید راهی داره برای اثبات تکذیبی که می‌کنه، اثبات کنه که این حمله کار او نبوده، با توجه به اینکه به هر حال در رابطه با اینکه سلاح‌ها ساخته ایرانه به نظر میاد که اکثر طرفین توافق دارن؟ من تصور می‌کنم که ایران استنکافی نداره از اینکه غیر مستقیم طرفین رو مطلع کنه که این حالا یا مستقیم توسط خودش مدیریت شده این عملیات توسط حوثی‌ها. ببینید، وقتی دولت جمهوری اسلامی بعد از اینکه تحریم‌های فلج کننده از طرف آمریکا به خصوص نفت روی ایران اعمال شد، آقای روحانی رسما اعلام کردن که اگر قرار باشه ایران نفتی تحریم نکنه، هیچ کشور دیگه هم نباید تحریم کنه. فی‌الواقع این یک نوع مسیج میتونه باشه که عملیاتی شدن تهدید ایران بود که وقتی عرصه رو بر ایران تنگ کردن، انقدر توانمندی داره ایران، حالا یا خودش یا از طریق متحدین خودش در یمن یا جاهای دیگه، تهدید خودش رو عملیاتی کنه. من معتقدم که اینجا زیاد هم ایران مثل قضیه فلسطین که بدون پروا و صراحتن اعلام کردن که از فلسطینی‌ها حمایت نظامی می‌کنیم و لکنت زبان هم از این ندارن، سر این قضیه چندان دغدغه‌شون مسئله متهم شدن یا نشدن ایران نیست، بلکه دارن میگن اگر قرار است دیگی که می‌جوشه برای ما نجوشه، زیر دیگ می‌زنن که کل مسئله رو تحت شعاع قرار بدن. فکر کنین چه تأثیری اینقدر درگیر شدن در مسائل یمن بر منافع ملی ایران داره؟ ببینید، به هر جهت همونطور که ایالات متحده از هزاران کیلومتر اون طرف‌تر خودش رو درگیر مسائل منطقه خلیج فارس کرده برای علت ظاهر منافع ملی خودش، اینم حداقل حق ایران بود و هست که در قضیه داعش، در قضیه لبنان، در قضیه فلسطین و همچنین در یمن با توجه به مواضع سیاست خارجی اصولی خودش اعلام کرده، حمایت خودش رو رسما اعلام کرده.
اما اینکه حالا بتونه یا نتونه بحث دیگه است. مهم اینه که ایران رفتار غیر اصولی نکرده و مبتنی بر اون پلتفرم های سیاست خارجیش داره عمل میکنه. اما اون چیزی که اینجا مهمه اینه که دولت ایالات متحده به صورت بسیار نارفیقانه از طریق تحریم ها داره یک ملت رو گروگانگیری میکنه، حالا بنا به هر دلیلی که از طریق اون بتونه اعمال سیاست های منطقه خودش رو برای متحدینش کرده باشه. من فکر میکنم سوال اصلی باید این باشه که چرا دولت آمریکا ایران رو زیر فشار قرار میده از طریق گروگان گرفتن مردم، از طریق تسمه از برد کشیدن مردم در حوزه معیشت اقتصادی، ولو اینکه بعد از مسائل سیاسی و منطقه‌ای با ایران مشکل داشته باشه. آقای سجادی، در فکر میکنید که در این معادلات با توجه به اینکه به هر حال تا حدودی هر چند در ظاهر اتحادیه اروپا در کنار ایران ایستاده بود، با توجه به تحولات چند روز اخیر فکر میکنید که این ارتباط ادامه پیدا خواهد کرد یا اینکه رفته رفته ایران دوستانش در اتحادیه اروپا رو ممکنه منزوی کنه؟ نه ببینید، من معتقدم که اتفاقا الان دست بالا رو ایران داره. به چه دلیل؟ به این دلیل که اولا همین قضیه انفجار در پالایشگاه‌هایی که انجام شد به دلیلی که همزمان و مصادف شده بود با فضای انتخاباتی آمریکا، که در آمریکایی که الان بنده در خدمتتون هستم اون نگرانی رو افزایش قیمت بنزین به شدت بالا گرفته و ترامپ در موقعیتی نیست که بخواد با یک درگیری نظامی از اون دست آرای بسیار زیادی رو در آمریکا از دست بده دلیل افزایش قیمت بنزین ها. به همین دلیل است که معتقدم ایران اگر کار ایران بوده حساب شده بوده، موقعیت زمانش موقعیت زمانی مناسبیه، چون عملا ترامپ قبلا هم گفتم در برنامه شما مرد جنگ نیست. اینکه وقتی میگم مرد جنگ نیست و مرد بیزنسه به این معناست که به صورت سیستماتیک ترامپ مرد خائفیه، یعنی پروا داره. منطقی هم است که تاجر باید پروا داشته باشه از کارهای ریسک آمیز. به همین دلیل هم است که ایران دستش رو خونده. دیدین سر قضیه پهپادم عملا به جز تهدید کار عملی انجام نگرفت. تو این قضیه هم با توجه به نقش بالادستی ایران و دغدغه از دست دادن اروپاییام نداره، چرا که اروپاییام سر قضیه خروج بدون منطق ترامپ از برجام دلخوشی از ترامپ ندارن. بنابراین ایران فضاش فضایی که به قول ایرانیا نراد حرفه‌ای و میتونه تاس بعدو خوب بازی کنه. بله آقای هاشمیان، شما فکر میکنید که با توجه به شواهدی که دست کم عربستان ارائه داده کماکان به سیاست دیپلماتیک رو خواهد آورد یا اینکه اقدام به حملات تلافی جویانه خواهد کرد؟ ببینید، حملات تلافی جویانه رو این سلاح خیلی بزرگه برای این قضیه، ولی سعودی ها الان به یک کار گروهی و دست جمعی اعتقاد دارن و همین کار رو هم دارن انجام میدن. این کار دست جمعی چه در منطقه هستش و چه در سطح اروپا یا سطح بین الملل و سطح آمریکا. بنابراین من معتقدم که اگر اجماع جهانی شکل گرفت که بایستی پاسخ بدن. البته صحبت هایی که در داخل سعودی و تبلیغاتی که وجود داره سطحش خیلی بالاست، ولی اگر در سطح جهان اونجا اراده ای برای پاسخ به ایران نباشه، طبیعتاً سعودی‌ها پاسخ نخواهند داد. حالا باید دید که در این روزهای اخیر، روزهای بسیار حساسی این یکی دو هفته، رویدادها به چه صورت بالا یا پایین میره و بر اساس این مسیر سعودی‌ها تصمیم خودشون رو خواهند گرفت. منتها چیزی که باید اینجا اشاره کرد، کاری که ایران کرده در واقع تنها به سعودی حمله نکرده. الان در داخل آمریکا می‌بینید که آقای ترامپ وقتی به قدرت رسید سیاست آمریکا نخست آمریکا را مطرح کرد، یعنی منافع آمریکا را در نظر میگیره. الان این آرامکو بخشی از این سیاست شده، یعنی سیاست نخست آمریکا در واقع آرامکو و زدن آرامکو در چارچوب این سیاست قرار میگیره. بنابراین ایران تنها سعودی ها را نزده و این موجب میشه که آمریکا را هم در همین زمینه درگیر کنه. خب اگر که اونطوری که شما میگین حمله به آرامکو حمله به بخشی از سیاست دونالد ترامپه، فکر میکنین که دونالد ترامپ کماکان به تحریم ها و افزایش تحریم ها و فشار اقتصادی ادامه خواهد داد یا اینکه ممکنه قدم دیگه ای هم برداره؟ من فکر میکنم چیزی که در آمریکا میبینم، اگر چند عامل جمع بشه، عامل اول اینکه
سعودی ها رسما ایران را متهم کنند. سعودی ها هنوز رسما ایران را متهم نکردند. مسئله دوم سیاستی که خود آقای ترامپ مطرح کرده و در موردش قبلا صحبت کردیم، در مورد سیاست نخست آمریکا، این الان داره شک میگیره. مسئله سوم در داخل خود آمریکا هم گروه هایی هستند که میگویند که روش هایی که قبلا ترامپ به کار برده برای این نوع حملات ایران پاسخگو نبوده و بنابراین در کنار این روش ها باید روش های جدید مطرح بشه. مسئله بعدی شورای امنیت که اگر روسیه و سازمان ملل در امر تحقیقات شرکت کنند و اونجا بیانیه یا قطعنامه از سوی شورای امنیت در فصل هفتم یا بند هفتم منتشر بشه، اون موقع به اعتقاد من ترامپ مجبور میشه که یک چیز جدیدی برخلاف اون چه که قبلا انجام میداد انجام بده. آقای سجادی، شما فکر میکنید که آمریکا اهرمی بجز تحریم الان در دست داره؟ به پرسش شما پاسخ میدم. ببینید، حقیقتش اینه که دست ترامپ از یک طرف بسته است، از یک طرف دیگه هم داره ویلکامینگ میکنه. شما در هفته گذشته بود که آقای ترامپ و بولتون رو عوض کرد، یعنی در موقعیتی که ویلکامینگ میکنه رفتن به سمت تنزدایی با ایران رو، این مسئله در واقع به نوعی دست آمریکا رو، دست ترامپ رو بیشتر میبنده. من برخلاف کسانی تصور میکنن که این فضا رو رادیکالیزه میکنه، ببینید آتش نشانا یه اصطلاحی در مهار آتش دارن تحت عنوان مهار آتش با آتش، در واقع در مسیر آتش سوزی یک آتش سوزی تعمدی ایجاد میکنن که بتونه منابع سوخت رو از آتش اصلی بگیره. من در تصور میکنم این اتفاقی که در پالایشگاه عربستان افتاد فی الواقع به نوعی زنگ خطر هم برای دولت ریاض به صدا در آورد که مواجه شد با ابعاد گسترده جنگی که خودش در خانه شیشه‌ای نشسته و ساکنان کاخ شیشه‌ای با سنگریزه آسیب می‌بینن. هم ترامپ هم با موازی که گرفت نشون داد به عرب‌ها که دغدغش دغدغه منافع ملی عرب نیست، که هم صراحتا گفت پول بدین تا ازتون حمایت کنه، همون حرفی که قبلا هم زده بود. بنابراین من تصور نمی‌کنم فضای چندان جدی شده باشه از اینکه جنگی بشه، بلکه می‌تونه به سمت یک نوعی آرامش منطقه‌ای از توسط سر عقل اومدن دولت ریاض بکنه. من تصور میکنم عربستان حجم جدی خطر رو حس کرد، برای همینم تا این لحظه علارغم خصومت‌هایی که بارها با ایران داشت، اما تا این لحظه تعلل کرده در بیان مقصر اعلام کردن عامل حمله. آقای هاشمیان، با توجه به اینکه بسیاری برداشتشون اینه که عربستان داره در واقع تعلل میکنه، فکر میکنید که نشانه ای از تنش زدایی و اساسا راهکاری برای تنش زدایی بین دو کشور وجود داره در حال حاضر؟ این تنش‌زدایی قبل از این حمله و قبل از پاسخ خامنه‌ای به پیشنهادهای آمریکا در مورد مذاکرات و همینطور پیشنهاد فرانسه است. صحبت‌هایی که اخیراً خامنه‌ای کرد، شما می‌دونید چه صحبت‌هایی کرد در مورد مذاکره و کارهایی که ایران انجام داد در منطقه و داره انجام میده، اینا قضیه رو بسیار تغییر دادن. در واقع دیگه نه اونجا پیشنهاد فرانسه الان مطرحه که آقای روحانی بیاد و مذاکره کنه و 15 میلیارد دلار هم بگیره و امثال اینا، و اونجا هم فشارهای خیلی زیادی الان در آمریکا هستش که بایستی به شکلی در برابر شرارتهای رژیم ایران ایستاد، چون که اگر امروز ما نجنگیم مجبوریم 6 ماه دیگه بجنگیم یا مجبوریم مثلا 8 ماه دیگه بجنگیم، چون که ایران و سپاه پاسداران به شرارتهای خودشون ادامه میدن. در واقع آمریکا سیاست حد اکثر فشار بر ایران رو انتخاب کرد و سپاه پاسداران سیاست حد اکثر در واقع دخالت در منطقه و انجام شرارت ها رو انتخاب کرد. به همین دلیل من معتقدم که اوضاعی که الان در آمریکا هستش قبل از این حمله و قبل از اینکه خامنه ای اون پیشنهادها رو رد کنه، الان خیلی چیزا فرق کرد. آقای سجادی، خیلی کوتاه اگر که جمع‌بندیتون رو بفرمایید. من فقط یه اصلاحیه بگم به فرمایش مهمان عزیزتون. ببینید، برخلاف فرمایش ایشون، یک ضرب المثلی در جهان عرب هست به این مضمون که دستی رو که نمیتونی گاز بگیری پس ببوس. من معتقدم این خرده فرهنگ عربی الان در واقع در عالی ترین سطح خودش رو
به تعین و بلوریت رسونده. یعنی بعد از حمله ای که در پالایشگاه آرامکو اتفاق افتاد و با توجه به شدت و حجم بزرگ اون آسیب هایی که دولت ریاض رو متوجه اون آسیب پذیری خودش کرد، تصور میکنند اگر مختصر عقل خردمندانه در دولت مردان ریاض باشه از این فرصت باید استفاده کنند، خصوصا توجه به اینکه ترامپ هم نشون داده حمایت جدی نمیکنه، برن به سمت تنش‌زدایی با ایران. متشکرم آقای هاشمی. شما هم جمع‌بندی کوتاهتون در 30 ثانیه لطفا. من در یه جمله به ایشون میگم آخرین جنگی که سپاه پاسداران در منطقه راه انداخت با دولت دیگه با صدام حسین بود و از اون شکست خورد. جنگ‌های بعدی همش در برابر ملت‌های منطقه است، علیه ملت سوریه، ملت لبنان، ملت یمن و ملت عراق جنگیده. رژیم ایران هنوز با یک دولت دیگه وارد جنگ نشده و دولت‌ها حق دفاع دارن و در برابر شرارت‌های رژیم ایران خواهند ایستاد. متشکرم از هر دوی شما آقایان، حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهانی عرب و داریوش سجادی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران. ممنون از هر دو. روبرو نشدن ورزشکاران ایرانی با حریفان اسرائیلی برای اولین بار باعث محرومیت یک فدراسیون ورزشی در ایران شد. فدراسیون جهانی جودو ایران را از تمامی فعالیت‌های مرتبط با این ورزش تعلیق کرده. این فدراسیون گفته این تصمیم پس از اتفاقاتی است که در مسابقات جهانی جودو در توکیو برای سعید مولایی رخ داد، اتفاقی که ممکن است ورزش ایران را در آینده با مشکلات دیگری هم روبرو کند. کاوه مشکات گزارش می‌دهد. من شک حضور پیدا می‌کردم. من اون روز قهرمان جهان می‌شدم. واقعاً میگم، چون انقدر آماده بودم و این رو 100% به یقین می‌دونم. قهرمان المپیک بردم، برنز المپیک، طلای جهان رو بردم و اومدم مقابل فینال. مجبور بودم که باید ببازم. چون اگر نمی‌باختم شاید عواقبی برای من، برای بازگشتم بود و همچنین برای خانواده من. این باخت‌ها بالاخره کار دست ورزش ایران داد. فدراسیون جهانی جودو ایران را به خاطر اتفاقاتی که در مسابقات جهانی توکیو افتاد از کلیه فعالیت‌های مرتبط با این ورزش محروم کرد. زمزمه‌های محرومیت فدراسیون جودو ایران بعد از این باخت شروع شد. سعید مولایی تا یک قدمی فینال رفت، ولی احتمال رویارویی با ساگی موکی ورزشکار اسرائیلی تکرار یک داستان تلخ برای جودوکای ایرانی بود. باخت مصلحتی. تعلیق ایران با بیانیه فدراسیون جهانی رنگ واقعیت گرفت. این فدراسیون میگوید سعید مولایی با دستور مقام‌های ایرانی مقابل حریفانش شکست خورده. به دنبال اتفاقات مسابقات قهرمانی جهان در توکیو، فدراسیون جهانی جودو ایران را از تمام فعالیت‌های اجتماعی و مدیریتی زیر نظر فدراسیون بین‌المللی و اتحادیه‌های وابسته آن تعلیق می‌کند. داستان شکست مصلحتی سعید مولایی برای فدراسیون جهانی جودو اتفاق تازه‌ای نبود. سال گذشته اینجا در رقابت‌های قهرمانی در پاریس، سعید بار دیگر باید می‌باخت و باخت. بالاترین نهاد ورزش جودو پس از این شکست مشکوک شد و به ایران هشدار داد. فدراسیون جودو ایران هم در نامه‌ای قول داد که به قوانین منشور المپیک پایبند بماند. طبق این نامه تایید می‌کنیم که کمیته ملی المپیک ایران موظف است به صورت کامل به منشور المپیک و اصل عدم تبعیض احترام بگذارد و فدراسیون جودو ایران باید منشور المپیک و قوانین فدراسیون بین‌المللی جودو را اجرا کند. این کاری که شما کردید از سمت کار پوریای ولیه. ایران میگوید اسرائیل را به رسمیت نمیشناسد و به همین دلیل حاضر نیست مقابل ورزشکاران این کشور مسابقه دهد و به عقیده آیت الله خامنه ای رهبر ایران همین قهرمانی است. اینم واقعا رژیم نجات پرست و اپارتاید قاصب کذاب خبیث صهیونیستی است. اینم ساقط خواهد شد. ما با این مسابقه نمیدیم. ما با این مسابقه. این قهرمانیه. اینی که قهرمان ما حاضر نشه بره با این و پهلوان ما حاضر نشه بره با این کشتی بگیره یا مسابقه بده یا هر مسابقه دیگری، این قهرمانیه. روبرو نشدن با ورزشکاران اسرائیلی مختص جودو نیست. فرمان باید به بازی قبلا هم به ورزشکاران ایرانی داده شده. علیرضا کریمی، آزادکار تیم ملی کشتی ایران که همین روزها برای شرکت در مسابقات جهانی به قزاقستان رفته، کشتیش را باخت که با حریف اسرائیلی کشتی نگیرد. باید به بازی
فدراسیون کشتی ایران را تا مرز تعلیق پیش برد. رسول خادم رئیس وقت فدراسیون کشتی هم استعفا کرد و در نامه ای از سیاستمداران خواست که پشت ورزشکاران پنهان نشوند. چگونه بپذیرم در حالی که مسئولین مستقیم این موضوع خود را کاملا کنار کشیده اند به قهرمان ملی مردمم بگویم باید ببازی؟ به شما میگویم شما هم باید به میدان بیایید و اگر قرار به باختن است با هم ببازیم. معلوم نیست تعلیق فدراسیون جودو چقدر طول بکشد، ولی مواضع رهبر ایران در قبال مواجهه با رقبای اسرائیلی در میادین ورزشی است. نبادا شما رو بترسونن، نبادا به شما بگن که اگر فلان مسابقه رو ندید، اگر فلان کار رو نکنید، اگر فلان جور ظاهر نشید، فلان فدراسیون بین المللی، فلان تشکیلات بین المللی از شما ناراضی میشه، به درک که ناراضی میشه. هیچ غلطی نمیتونن بکن. کمتر از یک سال مانده به المپیک 2020 توکیو، بازی هایی که مدال آن برای بسیاری از ورزشکاران قله آرزویشان است. من تو توکیو با اشک سالن رو ترک کردم. این همیشه تو زندگی من میمونه. میتونستم سومین مدال جهانی و دومین ترام رو بگیرم. خیلی آماده بودم. این رو تو خودم دیده بودم. ولی همون روز، همون ساعت، همون ثانیه با خدای خودم عهد کردم که من باید روزی تو همین سالن، تو همون کشور بتونم بهترین مدال رو بگیرم. ایران تا امروز چنین بهای سنگینی برای اجرای این سیاست پرداخت نکرده بود. حالا شاید داستان باید ببازی همه ورزش ایران را تهدید کند. کاوه مشکات، بی بی سی. ولاد مارینسکو، مدیر بخش رسانه‌ها و بازاریابی فدراسیون جهانی جودو از لس آنجلس آمریکا به ما پیوست. آقای مارینسکو، اساساً این تعلیق یعنی چی؟ آیا برای مدت زمان مشخصه؟ آیا مشخص نیست تا کی قرار ادامه داشته باشه؟ Thank you very much for the question. ممنون از این سوال. این به این معنیه که کمیته انضباطی به فدراسیون بین‌المللی جودو خبر داده و این کمیته انضباطی حالا تمام اطلاعاتی رو که داره، تمام تحقیقاتی رو که انجام داده و مصاحبه‌هایی رو که انجام داده شروع می‌کنه و یک در واقع پرونده انضباطی تشکیل میشه. یعنی این پرونده هنوز تشکیل نشده، مشخص نیست که ایران به چه مدتی قرار فدراسیونش معلق بشه؟ این یک تعلیق محافظتی هست در که در توسط این کمیته انضباطی انجام شده. در طول این زمان رسیدگی میشه به این پرونده و قرار مشخص بشه نتیجه است. این کمیته انضباطی این تصمیم محافظتی رو برای تعلیق فدراسیون جودو فقط برای طول زمانی که داره این تحقیق رو انجام میده گرفته. مشخص هست که این تحقیق قراره چقدر طول بکشه؟ چون الان برای بسیاری سوال اینه که آیا ایران در المپیک 2020 میتونه شرکت بکنه تیم جودوش یا نه؟ تحقیقات داره انجام میشه. این بستگی داره به اینکه چقدر این تحقیق طول بکشه. در مورد بازی‌های المپیک، بازی‌های المپیک توسط کمیته ملی المپیک تشکیل میشه، نه توسط جودو. اون تصمیم در واقع المپیک هست که چی میخوان بگیرن. عواقب اون این مسئله اگر چه باشه میتونه بر رتبه ایران تاثیر بگذاره، اما در نهایت این تصمیمی است که باید مسئولان کمیته بین‌المللی المپیک بگیرند. آقای مارینسکو، در خبرها داشتیم که ایران 21 روز فرصت داره که اعتراض بکنه به این تصمیم. در این 21 روز ایران دقیقاً باید چیکار بکنه که بتونه این رأی رو به نفع خودش تغییر بده؟ حتما اونها باید با تحقیقات کاملا همکاری بکنن و نتیجه تحقیقات رو قبول بکنن. در این حال اونها در مورد اون اطلاعاتی که دارن، این زمانبندیه که اساسنامه کمیته ملی جودو به اونها دادن که بتونن در طول این زمان شکایت بکنن، اما باید همکاری کنن در طول این دوره.
آیا هنوز درباره وضعیت سعید مولایی که زیر پرچم چه کشوری میتونه مسابقه بده تصمیمی گرفته شده؟ برای اینکه میدونیم که او درخواست پناهجویی نکرده، آیا امکان این که بتونه در تیم پناهجویان رقابت بکنه وجود داره؟ در حال حاضر هیچ اطلاعات بیشتری در مورد وضعیت او نداریم. من نمیتونم در این مورد نظری بدم. بعدها وقتی که مشخص بشه در مورد او میتونم به شما نظر بدم. آقای مارینسکو، فکر میکنید که چنین تصمیمی از جانب فدراسیون جهانی جودو به نوعی تنبیه همه ورزشکاران ایرانیه؟ الان تکلیف این جودوکارهای دیگه چی میشه؟ ما در مورد شما جودوکاهای ایرانی صحبت میکنین یا اینکه جودوکاهای بین‌المللی؟ بله، راجع به دیگر جودوکارهای ایرانی و اساساً جودوکارهای ایرانی که به واسطه این تعلیق نمیتونن در مسابقات شرکت بکنن. من اطلاعات بیشتری در مورد اینکه آیا جودوکاهای دیگه میتونن در این مسابقات شرکت بکنن ندارم، ولی این کمیته انضباطی است که به دلیل اقدامات در واقع کمیته ایران این اتفاق گرفته. اونها اساسنامه رو زیر پا گذاشتن و منشور رو زیر پا گذاشتن و به این دلیل این تصمیم گرفته شده. ایران در گذشته بارها و بارها شما رو متهم کرد که تحت تأثیر لابی اسرائیل هستید. آیا اسرائیل تماسی با شما گرفته؟ اصلا اینطور نیست. این تصمیمی است که کاملا بر اساس اساسنامه و منشور فدراسیون بین‌المللی جودو گرفته شده. این مسائلی است در مورد اینکه اصل عدم تبعیض، در مورد احترام به ملیت مردم و همینطور مسائل دیگری از جمله جنسیت و گرایش جنسی افراد و همینطور مسائل سیاسی. متشکرم. ولاد مارینسکو، مدیر بخش رسانه‌ها و بازاریابی فدراسیون جهانی جودو با ما. نتایج غیررسمی انتخابات سراسری اسرائیل نشان دهنده یک بن‌بست دیگر سیاسی است. تا اینجای کار نه حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو رأی لازم را برای تشکیل دولت ائتلافی به دست آوردند و نه ائتلاف رقیبش به نام سفید و کبود. بنی گانس، رهبر ائتلاف سفید و کبود، با رهبر حزب راستگرای اسرائیل بیتونا یا اسرائیل خانه ما همصدا شده و خواهان تشکیل دولت وحدت ملی شده. مهداد فرهمند خبرنگار ما به تل آویو رفته برای پوشش خبر این انتخابات. مهداد، نتایج غیر رسمی منتشر شده، کی ما با خبر میشیم که نتایج قطعی انتخابات چیه؟ به نظر میاد که الان تقریبا 95% رای ها شمرده شده و تا فردا احتمالاً نتایج نهایی بیرون میاد، هرچند که یک روند اداری هم باید طی بشه برای اینکه نتایج به شکل رسمی اعلام بشه. اما به هر حال اون نتایجی که الان هست دیگه احتمال تغییر توش خیلی کمه و بر همین اساس هم دارن تحلیل میکنن که چه راههایی برای برون رفت از این بنبست ممکنه وجود داشته باشه. مهداد، تا اینجای کار به نظر میاد که نتانیاهو عملکردش ضعیف‌تر از انتخابات 5 ماه پیش بوده. درسته، به نظر میاد که آقای نتانیاهو این براش شکستی بوده، در حالی که انتظار داشت که این بار تعداد کرسی‌هاش افزایش پیدا بکنه و با مشکل کمتری بتونه ائتلاف تشکیل بده با همراه با 3 حزب دینی، اما با اختلاف شاید 5-6 کرسی یا حتی اکثر مثلا 7 کرسی الان احتمال امکان این رو که به این شکل ائتلافی تشکیل بده نداره و به شدت در جستجوی حزبی است که با او وارد ائتلاف بشه و چنین حزبی رو هم گویا به این راحتی پیدا نمی‌کنه، به این راحتی کسی حاضر نیست با او وارد ائتلاف بشه. راه حل دیگه‌ای که هست این است که دولت وحدت ملی تشکیل بشه، یعنی همه احزاب توش شرکت داشته باشن، اما از یک سو مشخص نیست که چنین حزبی آقای نتانیاهو رو بخواد، چنین دولتی در واقع دولت وحدت ملی آقای نتانیاهو رو بخواد که در صدر خودش داشته باشه،
و از سوی دیگه احزابی هستن که به هیچ وجه حاضر نیستن که در یک دولت با هم سهیم بشن. مثلا یک 4 حزب عربی داریم که در ائتلافی با عنوان فهرست مشترک، اینها تقریبا میشه گفت اگر این انتخابات برنده ای داشته باشه این فهرست مشترک بودند که تونستن دست کم 12 کرسی رو به دست بیارند و شکست آقای نتانیاهو رو هم مرهون خودشون میدونن و مرهون مشارکت بالای عرب ها در انتخابات. اما اینها گفتن که به هیچ وجه حاضر نیستن که با احزاب دست راستی تندرو در یک دولت باشند و احزاب دست راستی تندرو بیشتر این حرف متوجه آقای لیبرمن و حزبش اسرائیل خانه ما که او هم به نوبه خودش گفته در دولتی نخواهد بود که عرب ها توش باشند. این موضوع این بنبست رو در واقع عمیق‌تر میکنه. علت اصلی که بنیامین نتانیاهو و حزب لیکود نمیتونن با بنی گانس و ائتلاف سفید و کبود با هم ائتلاف کنن چیه؟ اساساً یعنی از لحاظ نظری خیلی چیزی مانعی وجود نداره، یعنی شاید یک راه حل همین باشه که بخواد که مثلا حتی اگر لازم بخوایم به شکل نظری و ایدئولوژیک نگاه بکنیم، اتفاقاً حزب سپید و کبود بنی گانس و لیکود نتانیاهو اشتراکات بیشتری با هم دارن. دو حزب سکولار هستند و همچنین حزب اسرائیل خانه ما اون هم حزب سکولاره و معقولش اینه که این ستا با هم جمع بشند و دولت ائتلافی تشکیل بدند. اما مسئله این هستش که این دولت رو کی بخواد رهبری بکنه و ترکیبش چطور تقسیم بشه و یعنی که آقای نتانیاهو میخواد خودش نخست وزیر بشه. شاید اگه بخوان چنین دولتی رو تشکیل بدن دیگران زیر بارش نرن که آقای نتانیاهو در نخست وزیر بمونه. در واقع عامل اصلی اینجا میل آقای نتانیاهو است به ادامه ریاست حکومت در اسرائیل. متشکرم. مهداد فرهمن خبرنگار اعزامی ما به تل‌آویو. به گزارش روابط عمومی امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد ایران، پیشنویس شیوه نامه جدید تخصیص یارانه به نشریات در سال 1398 منتشر شده. بر اساس پیشنویس جدید، نشریاتی که از هیئت نظارت بر مطبوعات مجوز گرفتند، اگر از کیفیت محتوایی لازم برخوردار باشند، مشمول دریافت یارانه خواهند شد. مریم افشان گزارش می‌دهد. یارانه مطبوعات و بحران کاغذ از ماجراهای بحث برانگیز ماه‌های گذشته بود. اعتراض‌ها و انتقادات به وزارت ارشاد در مورد توزیع یارانه‌ها زیاد بوده. از جمله انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران که گفته توزیع یارانه مطبوعات محلی است برای پرورش راندخاران. حالا پیشنویس شیوه نامه جدید تخصیص یارانه سال 98 منتشر شده که در آن به شرایط برخورداری از حمایت وزارت ارشاد اشاره شده. از جمله اولویت‌های موضوعی در محاسبه یارانه پرداختن محورهای 24 گانه اقتصاد مقاومتی است و همچنین ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست. در بخش فرهنگی و اجتماعی هم تبلیغ سبک زندگی ایرانی اسلامی، تحکیم پایه‌های امنیت و مصالح ملی در چارچوب سیاست‌های نظام هم در بخش سیاست خارجی و امنیت ملی گنجانده شده. قرآن، نماز، احکام اسلامی، فرهنگ ایثار و شهادت جزء بخش فرهنگی و اسلامی هستند. چندی پیش و همزمان با انتشار فهرست یارانه نشریات سال 98، بحث‌هایی درباره فساد و رانت و ارزهای دولتی و کاغذ منتشر شد. روزنامه شرق در تاریخ 29 تیر ماه مقاله‌ای با عنوان تحقیر اعداد منتشر کرد. در این مقاله پژمان موسوی با پرسش از مدیرعامل مؤسسه دانش فرهنگ مینو به خبری اشاره کرد که بر اساس آن در مجموع 15 ماه این مؤسسه بیش از 1400 شماره مجله منتشر کرده. در این مقاله آمده از سال گذشته این مؤسسه برای 39 مجله بیش از 1,700,000,000 تومان یارانه مستقیم دریافت کرده. همچنین 311 تن کاغذ و در طرح خرید نشریات در سال 96 نیز 632 میلیون تومان از وزارت ارشاد پول دریافت کرده. بر اساس این یادداشت هیچ کدام از این 39 مجله در کیوسک‌های روزنامه فروشی موجود نیستند. به گزارش ایرنا، وزیر فرهنگ و ارشاد دستور بررسی و گزارش درباره پرداخت یارانه به تعدادی از نشریات را داد. محمد خدادی، معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد بدون ذکر اسم از یارانه یک مؤسسه مطبوعاتی نام برد و در توییتی نوشت
یارانه مطبوعات با قواعد شفاف برای نشریات منتشر شده محاسبه و پرداخت می شود. دستور رسیدگی دقیق را دادم و مطمئنم اگر خطایی شده تصحیح و اعلام می شود. از تاریخ این توییت نزدیک 2 ماه می گذرد و هنوز وزارت ارشاد توضیح بیشتری نداده. به تازگی خبرگزاری ایرنا در نشستی با چند روزنامه‌نگار نگاهی انداخته به آینده مطبوعات. اتفاقی توی وزارت ارشاد ما الان وجود داره که پر از زیرک‌های راندخار. زیرکن، خیلی زیرکن و واقعا من تحسینشون میکنم و همون مصداق قانوندانان قانون شکنم. خیلی زیرکانه قوانین در واقع وزارت ارشاد رو به نفع حلقه خودشون، دوستای خودشون و گروه های خودشون در واقع منحرف میکنه. از سال 94-93 وزارت ارشاد یک سیستمی به ما داده، شما بر طبق اون به شما امتیاز میدن و به شما یارانه تعلق میگیره. من روزنامه‌ای رو میشناسم که انگار فقط بر طبق اون ساخته شدن. اعتقادی ندارم که این افراد از قانون‌های ارشاد استفاده کردن. قانونگذاران ارشاد برای اینا قانون وضع کردن، یعنی اومدن گفتن که آقا طرح خرید نشریات مثلا برگشتی و اهدایی بگذاریم که یک دونه از این افراد با یک مؤسسه با 40 تا نشریه تونستش در یک سال 30% کل یارانه اختصاص داده شده به نشریات اهدایی ارشاد رو بگیره، نشریاتی که شاید هیچ کدومش هم منتشر نمیشه. روزنامه های ما در وسط همین ماجراها با معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد مصاحبه کردن، حتی یک پرسش در این مورد از معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد نکردن. نه خانی اومده بود و نه خانی رفته بود. وضعیت روزنامه نگاری در ایران پرفراز و نشیب است. جدا از تیغ سانسور رسمی و غیر رسمی و جنگ بقای ناشی از رشد رسانه‌های دنیای مجازی، حالا اهل رسانه نگران دلالان کاغذ و راندهایی هستند که زخم‌های عمیق‌تری بر آزادی مطبوعات و اهل قلم وارد کند. مریم افشنگ، بی بی سی. مسعود بهنود روزنامه نگار در استودیو با ماست. آقای بهنود، در پایان گزارش مریم هم شنیدیم که نگرانی عده ای از اهل رسانه اینه که این سیاست موجب راندخاری در مطبوعات بشه. چقدر این نگرانی به جاست به نظر شما؟ ببینید، این نگرانی الان که اقتصاد وضعیتش اینطوریه ممکنه در بین اکثریت روزنامه نگارا وجود نداشته باشه، چون از موقعی که کار شروع کردن این بوده. بنابراین بگیم اینو برداریم مثل اینکه به بعضیا بگیم بیمتون ازتون میگیریم، ولی واقعش این استش که وقتی انقلاب شد روحیه انقلابی ایجاب میکرد، ماها هم که تقریبا تمام روزنامه‌نویسای فعال اون زمان بودیم، رفتیم به دولت آقای بازرگان فشار آوردیم که از این فرصت استفاده کنه، ندید این رو، چون اصلا ربطی به زندگی ماها نداشت. یه چیزی بود بین اونها مدیرانی میگذشت که عموما هم روزنامه‌نگار نبودن و اون موقع جا افتاد این قضیه، ولی فکر میکنم فقط دولت آقای بازرگان بود که نداد، چون بلافاصله بعدش این آرام آرام شکل گرفت و مثل بقیه قدرت‌هایی که در جای مختلف دستگاه حکومت شاه پراکنده بود و همه انقلاب باش مخالف بود، ولی گروه جدید مثل اینکه کشف کردن فوراً اونجا رو فتح کردن و گسترش دادن. الان نمونه اون چه که در دوره پادشاهی قبل از انقلاب بر سر مطبوعات می اومده الان داره میاد ضرب در چند، یعنی بر محتوای مطبوعات هم تاثیر میذاره. بله دیگه، اصلا قدرت طلبی که میگیم همینجا معنیشه دیگه. به محض اینکه تو همین بخشنامه‌ای که امروز صادر شده به بحث این که میگه کیفیت، یعنی اینکه یک نرمی رو تعیینش میده دست کارمند وزارت ارشاد که معلوم نیستش که اصلا بدون کیفیت در اینجا معنیش چیه، و همجهت هم او کیفیت رو معنی میکنه نشریاتی که در صفحه 3 خودشون خالی است و یک بسم الله الرحمن الرحیم تنها هست. و شما میبینید که او فشار میده که بر اساس اعتقادات خودش بره، کیفیتی در اینجا وجود نداره، جز این که در این وسط رانت هم پیدا میشه. همین چند تا مثالی که در گزارش شما بود به درست، خب نشون میده که وقتی هم که شما این رو باز کردید بر اساس این که بپردازید مترش هم دست خود سیستم اداری هست، بعد دیگه بله شرکت فلان توش پیدا میشه که 30 تا به عنوان 30 تا نشریه کاغذ و پول میگیره و بعدم کسی بهش نمیتونه چیزی بگه. بعد از اینم که افشا میشه، حرف درستی زد رضا خجسته رحیمی توی مناظره‌ای که میکردن، بعدم خبرنگاران نمیرن از وزارت ارشاد بپرسن که خب چی شد اون کشف اون کشف این که مؤسسه با این مشخصات وجود، چرا؟ به طوری که برای اینکه یه نوع موازنه وحشت هست، یعنی سعی میکنن همدیگه رو یه جوری از کنار همدیگه رد شن همه
و این اتفاق مهمی است. اگر شما بپرسید که الان در شرایط حاضر بدون یارانه چه اتفاقی میفته، من به نظرم میرسه که روزنامه ها اکثرشون از وضعیت رایج میان بیرون، یعنی تعطیل میشن در حقیقت. و این درست همون منطقی سر کارخونه ها به کار برده میگیم. مگه سر کارخونه ها نمیگیم که کارخونه هایی که ضرر دادند بعد از همه این سالها، میلیاردها خرجشون شده مثل خودروسازی و بقیه، چرا باید اینا سر پا باشن؟ یعنی شما فکر میکنین که بهتره که یارانه رو حذف بکنن و همین فضای نحیف مطبوعات ایران نحیفتر هم بشه؟ به نظرم میرسه که نحیفتر نخواهد شد، به خاطر اینکه اون بخشی که نحیفتر میشه بخشی است که جوونا اومدن الان رفتن پرش کردن و در همین 3-4 ساله اخیر به خصوص تو شهرستان ها در این نشریاتی در میاد فوق العاده است، رانت هم بهشون داده نمیشه. البته بیشتر ببخشید بیشتر زمینهای علوم انسانی و ادبیات و اینا هست، ولی کاملا پیداست فکرهای خوبی پشتشه تو زمینه جامعه شناسی، دارن تو محیط خودشون اثرهای جدی میذارن، در نزدیکی با انجیو ها دارن زندگی میکنن و نه مثلا حالا ثروتمند باشن مثل مؤسسات بزرگ که اصلا چاپخونه دارن، نه، ولی در حد معقول دارن یک ارتباط سالم برای خودشون و محیط پیدا میکنن. میشه با رفع این پول عجیب و غریب یا منطقی تر کردن این پول که من نمیدونم فرمولش چیه، ولی شاید راه حلش این باشه که از خود اهل فرقه کمک بگیریم برای تعیین کیفیت، برای میزان ضریب. اینا اینطوری نیستش که یه همچین اتفاقی افته. که الان هنوز بزرگترین عیب قبل از انقلاب که اکثر مدیران مطبوعات آدم‌های حکومت بودن، سناتور، نماینده مجلس یا هر چی، و سابقه روزنامه‌نگاری نداشتن، الان هنوز اون وضعیت هست. تقریبا میشه گفت 90% هست. یه 4-5 سال اخیر یه ذره فضا به نفع روزنامه‌نگارا تغییر کرده، چند تا از نشریات جدیدی که اومده که همشون هم نشریات فوق‌العاده خوبی هستن، مدیر مسئولشون هم روزنامه‌نگاره، شاید این جریان هم تشویق بشه باشه. متشکرم. مسعود بهنود روزنامه‌نگار در استودیو با ما. از ماهی وحشت زده و خرس خجالتی گرفته تا میمون بیخیال و پرنده بدجنس، اینها بعضی از حیواناتی هستند که سوژه نامزدهای جوایز عکاسی کمدی حیات وحش امسال شدند. جوایزی که بنیانگذارانش میگن هدفشون نمایش چهره مثبت و جذاب از تلاش‌ها برای حفظ حیات وحشه. برنامه 60 دقیقه امشب رو با منتخبی از این عکس‌ها به پایان میبریم. شب خوش. حفاظت از حیات وحش باید مثبت به نظر بیاد. فکر کردیم یک راه رسیدن به این هدف راه انداختن یک مسابقه طنزآمیزه تا مردم از نظر روانی پیوند مثبتی با این حیوانات برقرار کنند.